عزیزی تلویزیونی بهاریستان، دوستداران و لقمندانی آزمایش های شوق‌آور و واقعه های جالبی طبیعت. طوری که شما مشاهده میکنید برنامه تجربه از مهمانی حضور شما و امروز من بنظیر و مثل هر وقت با تجربه های جالب و شوق‌آورم با شما هستم. بیننده های عزیز، در هر برنامه تجربه من کوشش میکنم که به شما تجربه های نو به نو و جالب رو نشان بدهم. زیرا اجرا کردن تجربه ها دانش شما رو کامل تر میسازد و همچنین شوق و ذوق شما رو با آموزش علم های دقیق بیشتر میکند. مخصوصا برای کودکان اجرا کردن تجربه ها خیلی مهم است، زیرا که آنها از خردسالی علاقه کنجکاو و زیرک میشوند. من نیز امروز به شما یک تجربه خیمیاوی را آماده کردم که امیدوارم شما آن را اجرا میکنید. ولی طوری که شما میدونید، تجربه ها هم خیمیاوی و هم فیزیکی میشوند. تجربه که من امروز به شما آماده کردم، این یک تجربه خیمیاوی است و تجربه های خیمیاوی که بیشتر از الیمنت های خیمیاوی اجرا کرده میشوند، خواهش کرده میشود که شما آن را در حضور کلان سالن یا با کمک آنها اجرا کنید. خوب، من شما را با مواد تجربه شناس می سازم. در این تجربه با ملازم است آب، یود، کسلاته اسکوربینی و دو ظرف دیگر. انا از همین مواد ما تجربه اجرا می کنیم. امیدوارم که شما این تجربه را اجرا می کنید. طوری که شما می بینید، مواد این تجربه دسترس است و این تجربه خیلی آسان است. برای همین بیاید آن را هم رو اجرا می کنیم. در این تجربه ما برنگشوی یود رو مشاهده میکنیم. اکنون شروع میکنیم. در اول ظرف رو میگیریم و با اون آب میریزیم. درش کافی است. بیننده های عزیز، گرم و یا سرد بودنی آب فرق ندارد. اکنون یود رو میگیریم و چند قطره یود میریزیم. احتیاط کارانه اون رو میکشویم. ببینید علاقه آب رنگی یود رو گرفت. انا ببینید بیننده های عزیز، آب علاقه رنگی یود رو گرفت و ما باید اون را با کاشوکچا آمیخته کنیم. آب در اول صاف بود ولی حاضر رنگی نارنجی یود رو گرفته است. طوری که من گفتم، در این تجربه ما باید یود رو برنگ کنیم. یعنی حاضر آب رنگ نارنجی یود رو گرفته است. ولی ما باید آن رو به مثل پیشترش برگردانیم. شما فکر میکنید که ما چطور میتوانیم آبی رنگ شده رو باز برنگ کنیم؟ مثلا وقتی که ما با آب رنگ هایی که ما رسم میکشیم میاندازیم، آب رو دیگر به مثل پیشترش برگردانیده نمیتوانیم. اما برنگ کردن آب خیلی آسان است. تجربه رو تماشا کنید و من با شما یاد میدهم. اکنون یک ظرف دیگر رو میگیریم و با اون کمی آب میریزیم. انا همین قدرش کافی است، با ما بسیار لازم نیست. آب رو ریختیم، ما باید کسلاته اسکوربینی رو گرفته به مثل آرد کنیم و اون رو به این آب بریزیم. کسلاته اسکوربینی رو گرفته با قاشقچا اون رو میده میکنیم. من آن را برای آن میده میکنم که تجربه ما خوب تر گذرد. زیرا اگر شما کسلاته اسکوربینی را که در اینجا به مثل هب است
با آب گذارید وای دیرتر حل می شود. برای همین وقتی که ما آن را آرد کرده با آب بریزیم زودتر حل می شود. کیسلاته اسکوربینی رو وقتی که آن را میده کردیم با آب می ریزیم. ببینید با مثل یک خوکه شده است. احتیاط کرونه با آب می ریزیم. اکنون آن را آمیخته می کنیم تا که کیسلات اسکوربینی در داخلش حل شود. بیننده های عزیز، برای خوبتر انجام شدن تجربه ما یک حبی دیگر را با آب می ریزیم. ما می توانیم با یک حب تجربه را اجرا کنیم ولی ریاکسی دیرتر می گذارد. کیسلاته اسکوربینی دیگر به ما لازم نمی شود. ما آن را یک طرف می گذاریم. اکنون آن را آمیخته می کنیم تا که خوب در آب حل شود. آمیخته کردیم. تماشابینان عزیز، اکنون میگذاریم به اساس تجربه‌مون. طوری که من گفتم، هدف ما از تجربه آن است که ما باید رنگ نارنجی یاد را بیرنگ کنیم، یعنی به مثل پیشترش برگردونیم تا که آب صاف باشد و یگان رنگ نداشته باشد. در این کار به ما کیسلاته اسکوربینی کمک میکند. ما فقط کیسلاته اسکوربینی را با آب با یاد میریزیم و میبینیم که آب برنگ میشود یا نه. عزیز، وقتی که ما کیسلاته اسکوربینی رو با آب با یاد انداختیم، آب به مثل پیشترش برگشت. ببینید، در اینجا ما حتی تصور کرده نمی توانیم که در این آب پیش از این رنگ نارنجی یاد بود. انا ما به هدف خود رسیدیم. ما توانستیم رنگ نارنجی یاد رو به مثل پیشترش برگردونیم و آب به مثل آبی صاف شد. اما بیننده های عزیز، این آب برای استعمال نیست. طوری که شما دیدید، ما در این آب هم کیسلاته اسکوربینی و هم یود را اضافه نمودیم. و طوری که من گفتم، این تجربه خیمیاوی است و شما تجربه را باید در حضور کلانسالان یا با کمک کلانسالان اجرا کنید. بیننده های عزیز، دیدید چی خیلی تجربه جالب است؟ ما تجربه رو اجرا کردیم. اکنون ما باید دانیم که چاو با کیسلاته اسکوربینی رنگ یود گم می شود و آب به مثل پیشترش برمیگردد. حتی به مثل آن می نماید که ما با آب هیچ چیز اضافه نکرده بودیم. بیایید سبب این تجربه رو می فهمیم. با دقت باشید. کیسلاته اسکوربینی یک پیوستگی ارگانیکی با فرمولای کربن 6 هیدروژن 8 اکسیژن 6 می باشد، ولی فقط یک قسمی ترکیبی آن از جهت شیمیایی فعال است. این ویتامین S می باشد. در این تجربه ما بیرنگ شوی یود را مشاهده می کنیم که این از روی اکسید شوی کیسلاته اسکوربینی در یود است. همچنین با یاری این تجربه ما می توانیم مقدار ویتامین S و یا کیسلاته اسکوربینی را در محصولات ها معین کنیم. انا سبب این تجربه رو فهمیدیم. اکنون شما می دانید که چرا با کیسلاته اسکوربینی رنگ یود گم می شود. من امیدوارم که این تجربه جالب و خیلی شوق‌آور رو همه شما اجرا می کنید، زیرا طوری که من گفتم، اجرا کردن تجربه ها دانش شما رو کاملتر می سازد و ذهن شما رو قوی تر می کند. اینجا باشد من از با شما خیر و خوش می کنم. تا برنامه دیگری تجربه با تجربه های نو و جالب خوش باشید.